معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان برای بررسی وضعیت بیجا شدگان داخلی به ولایت بلخ سفر کرده است. عبدالرحمن راشد می گوید که از یک سال به این سو حدود 1.2 میلیون تن از بیجا شدگان داخلی دوباره به خانه هایشان برگشتند. تقریبا 1.2 میلیون نفر به وطن اصلیشان برگشته و به اونا کمک ها صورت گرفته و شلترا و چیزا جور شده. لیکن در آینده ما هم کوشش میکنیم، باید خیلی بیجا شده اصلا به رضای خودشان به وطن اصلیشان بگرده و اگر اینجا اگر باشه این هر جای افغانستان وطنشان است. آقای راشد میگوید که به زودی یک نشست چهار جانبه در ایران برگزار خواهد شد و در این نشست در مورد مشکلات مهاجران افغان در ایران و پاکستان به بحث گرفته می شود تا این مشکلات برداشته شود. نماینده ایران است و نماینده پاکستان است و نماینده وزارت مهاجرین افغانستان است و کمیشنری عالی سازمان ملل است. انشالله ما اونجا به همراه اونا یک پلان و یک استراتژی جور میکنیم و مهاجرین باید که به همراه عزت و احترام باید که در وطنشان پس بگردانیم و مشکلاتشان باید که دیگه حل کنیم، به اونا جای و سرپناه هم باید که داشته باشیم. رئیس مهاجرین بلخ نیز میگوید که همکنون بیش از 40,000 بیجا شده داخلی در این ولایت وجود دارد و به بازگشت کنندگان هم کمک صورت گرفته است. کوم مهاجرین چې دلته د موږ سره ارقام وجود لري بلخ ولایت کې چې هغه راستنه شوي دي نورو دولتونو نه تقریبا 6,500 ته 2,000 پورې داسې ارقام د موږ سره شته دي. او کوم مهاجرین چې موږ عودت ته آماده کړي، یعنی دوی په خپله داوطلبانه دوی حرکت کوي ځي، نو تقریبا 12,000 او داسې 9,000 شاوخوا کې دقیقه ارقام د موږ سره وجود لري چې هغه به انشاءالله په همکاری د وزارت مهاجرینو همداسې په همکاری د موسساتو هغه به انشاءالله خپل وطن ته استانه کیږي خپل ولایت ته. با این حال معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از کشورهای میزبان افغانها می خواهد که شهروندان افغانستان را اخراج اجباری نکنند و با این مهاجران بر اساس قوانین جهانی مهاجرت برخورد شود.